سلام خوش اومدید به کلاس درس این پنج تا اسمی که من الان پای تخت نوشتم یعنی تابع حد پیوستگی مشتق و انتگرال همون مباحثی هستن که در ریاضیات دبیرستان از اونها به نام حسابان یاد میشه و بعدا اگر وارد دانشگاه بشید اسم انگلیسی کلکولس رو برای اونها خواهید چنید خب میدونید من قبلا مهندسی برق خوندم الان دارم اقتصاد میخونم و به تجربه شخصی میتونم بهتون بگم هیچ مبحثی در تمام علوم تر از حسابان نبوده برای من در فهم طبیعت و در حل مسائلی که در این رشته‌ها باهاشون مواجه شدم بنابراین بهتون توصیه میکنم اگر قصد دارید بعدا مهندس باشید یا ریاضیدان باشید یا فیزیکدان باشید یا حتی در خیلی از علوم اجتماعی تحصیل بکنید و حتی زیست شناسی شما لازم دارید که حسابان رو خیلی خوب بلد باشید و ما با هم میخوایم سعی کنیم حسابان رو خیلی خوب یاد بگیریم برای یاد گرفتن خوب حسابان شما لازم دارید که اول از همه مبحث تابه رو خیلی خوب یاد بگیرید که در ویدیوهای کلاس درس الان این مبحث کاملا موجود هست و از امروز من میخوام با هم شروع بکنیم و مبحث حد رو با هم دیگه پیش بریم و بعد حالا میریم سراغ مباحث بعدی من هیچ ایده ای ندارم که چند ویدیو طول میکشه این مباحث چون خیلی خیلی مباحث مهم و پایه‌ای هست و شاید مجبور شیم بعضی جاها توقف بکنیم و طولانی تر بکنیم داستان رو برای شروع حد من میخوام از علم فیزیک شروع بکنم حرکت شناسی در فیزیک میدونید که حسابان رو بخش بزرگیش رو آقای نیوتون گسترش داد و اون هم به علت نیازی بود که به این ابزار در علم فیزیک پیدا کرد پس ما هم از همون مسیر حرکت میکنیم و من شروع میکنم با یک جاده یک طرفه فرض بکنید که ما یک جاده ای داریم که در راستای محور X ها امتداد داره این هم مبدع مختصات من هست این محور ایکس ها هست و یک اتومبیل در این نقطه صفر من قرار داره پس بذارید من مشخص بکنم یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت و مثلا نه این هم محور ایکس های من هست و این اتومبیل داره در راستای محور ایکس ها حرکت میکنه من میدونم که مکان اتومبیل من در هر لحظه از زمان کجا هست چطور رو میدونم با یک معادله حرکت این رو میدونم یعنی من میدونم که مکان اتومبیل من ایکس اتومبیل من در هر لحظه از زمان برابر هست با تی به توان دو این فقط یک مثال هست خب همینجا میتونید ببینید که چرا من گفتم باید مبحث تابه رو شما کاملا بلد باشید چون این الان یک تابع ریاضی هست که داره مکان رو به صورت تابه از زمان به من و مثلا من الان میتونم سریع بگم که در لحظه صفر یعنی در زمان صفر مکان ماشین من صفر هست در لحظه یک مکان ماشین من یک به توان دو میشه یک هست در لحظه دو مکان ماشین من ببخشید چهار هست چون دو به توان دو میشه چهار و در لحظه سه مکان ماشین من آفرین نه هست و به همین ترتیب ادامه پیدا میکن حالا من میخوام از شما یک سوال بپرسم و سوال من همینه که سرعت متوسط این اتومبیل از لحظه یک تا لحظه سه چقدر بوده؟ خب کمی خودتون به این سوال فکر بکنید خب ما میدونیم که در فیزیک سرعت متوسط که من اون رو با V یک خط صاف بالاش یا V بار نشون میدم برابر هست با جابجایی تقسیم بر زمان یعنی اگر هم نمیدونستین خب الان ببینید خیلی تعریف ساده ای هست یعنی چه مقدار جابجایی در یک بازه زمانی صورت گرفته خب من میدونم که در لحظه یک اتومبیل من در این نقطه یعنی نقطه یک قرار داره و در لحظه سه اتومبیل من در نقطه نو قرار داره و بنابراین جابجایی اتومبیل من از لحظه یک تا لحظه سه برابر هست با نه منهای یک تقسیم بره پس جابجایی اتومبیل من هست 9 منهای 1 و زمانی که طول کشیده این اتفاق بیفته برابر هست با 3 منهای 1 که این مساوی میشه با 8 دوم یعنی 4 بنابراین سرعت متوسط اتومبیل من در این بازه 4 هست خب حالا بیایید سوال رو یک مرحله پیچیده تر بکنیم من میدونم که در لحظه خاص تی اتومبیل من در مکان تی به توان دو قرار داره طبق این معادله حرکتی که به من داده شده حالا سوالی که من ازتون این بار میپرسم اینه که از لحظه یک تا لحظه T تی, تی یک عدد دلخواه هست شما به من بگید که سرعت متوسط ماشین چقدر هست خب هیچ کار پیچیده شما لازم نیست انجام بدید شما دوباره میایید بگید که سرعت متوسط برابر هست با جابجایی تقسیم بر زمان بنابراین جابجایی اتومبیل من از لحظه یک تا لحظه تی برابر هست با تی به توان دو منهای یک یعنی اتومبیل من در یک لحظه خاص تی مثلا اینجا در مکان T2 قرار داره و بنابراین جابجاییش برابر هست با تی 2 منهای یک یعنی انقدر اومده جلوتر و زمانی که طول کشیده این مسافت رو طی بکنه برابر هست با تی منهای یک چون تی دقیقا خود زمان هست و مثلا اگر این عدد رو من بذارم سه دقیقا همین عبارت بالایی رو به دست میارم بنابراین من میتونم سرعت متوسط رو به صورت یک تابعی از زمان هم دقیقا مشخص بکنم و بگم در هر لحظه از زمان حالا به طور خاص زمانهای بعد از ثانیه اول اتومبیل من سرعت متوسطش چقدر هست خب حالا بیایید یک مثال ساده حل بکنیم من الان از شما میپرسم که از لحظه یک تا لحظه دو سرعت متوسط اتومبیل رو حساب بکنید شما میگید کاری نداره سرعت متوسط اتومبیل از لحظه یک تا لحظه دو برابر هست با جابجاییش از لحظه یک تا لحظه دو تقسیم بر زمانی که طول کشیده از لحظه یک برسه به لحظه دو جابجاییش هست برابر با تی به توان دو منهای یک یعنی دو به توان دو منهای یک و زمانی که طول کشیده برابر هست با دوی منهای یک که این یعنی مساوی میشه با سه بنابراین سرعت متوسطش از لحظه یک تا لحظه دو برابر هست با سه خب من همین کار رو میتونم ادامه بدم و مثلا سرعت متوسط اتومبیلم رو از لحظه یک تا لحظه یک و نیم. حساب بکنم و بگم که خب این برابر میشه با 1.5 به توان دو منهای یک تقسیم بر من منهای یک که اینو هم میشه حساب کرد دیگه چون 1.5 به توان دو میشه دو بیست پنج و منهای یک میشه یک مایزه بیست و, و تقسیم بر نیم که این مساوی میشه با دو نیم و به همین ترتیب من میتونم دائما به یک نزدیک و نزدیکتر باشم یعنی بیام در مرحله بعد سرعت متوسط رو بین لحظه یک تا لحظه ی مثلا یک ممیز 25 حساب بکنم و همینطور این فاصله رو کوچیک و کوچیکتر بکنم و خیلی 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 نزدیک بشم به لحظه یک خب حالا من میخوام ازتون یک سوال بپرسم که این سوال سخته این ویدیو هست و اونم اینه که سرعت اتومبیل در لحظه یک و نه سرعت متوسط اتومبیل سرعت لحظه ای اتومبیل در لحظه یک چقدر هست خب اگر این سوال رو قبلا نشنیده باشید احتمالا الان نمیتونید به این سوال جواب بدید چون سوال واقعا سختی است برای یک نفر که اولین بار این سوال رو میشنوه من میتونم سرعت متوسط رو حساب بکنم و اگر شما به من بگی سرعت متوسط رو از لحظه یک تا لحظه یک ممیز مثلا صفر صفر یک هم حساب بکن من میتونم از این فرمول رو حساب بکنم ولی وقتی به من میگید دقیقا سرعت رو در لحظه یک حساب بکن من دیگه نمیتونم کاری بکنم چرا نمیتونم کاری بکنم چون مخرج این کسر اصلا صفر میشه و من فرمول سرعت متوسط رو دارم و نه فرمول سرعت یک لحظه خاص رو بنابراین نیاز داریم که کمی متوقف بشیم و دقیق تر فکر بکنیم کاری که ریاضیدان ها و فیزیکدان ها برای رفع این مشکل کردن این بود که گفتن خب ما که نمیتونیم دقیقا بیایم این فرمول سرعت متوسط رو در لحظه یک حساب بکنیم چون مخرجش اصلا صفر هست و این کسر اصلا تعریف نشده میایم یک کاری میکنیم و اونم اینه که این عدد سرعت متوسط رو یعنی اون زمانی که بعد از یک در نظر میگیریم و به یک نزدیک و نزدیکتر میکنیم یعنی من میام مثلا سرعت متوسط رو بین لحظه یک تا یک ممایز صفر 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 صف صف یک حساب میکنم و میبینم سرعت متوسط در اون بازه چقدر هست و وقتی که من این عدد رو خیلی 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 به یک نزدیک بکنم به اون عدد میگم سرعت لحظه ای اتومبیلم در لحظه یک بنابراین چیزی به نام سرعت لحظه ای به اون معنی که ما حس میکنیم احتمالا وجود نداره داره ولی بعدا راجبش صحبت میکنیم وقتی برسیم به مشتق اما به یک معنی سرعت لحظه‌ای و سرعت متوسط یکی هستند و سرعت لحظه لحظه‌ای همون سرعت متوسط هست وقتی که شما اون بازه زمانیتون رو بسیار 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 نزدیک می‌کنید به یک زمانی که مد نظر دارید بنابراین اگر در این فرمول من بیام و تی رو خیلی 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 نزدیک بکنم به یک که با این علامت نشون میدم یعنی تی رو ببرم به سمت یک نزدیک و نزدیک کنم به یک در این صورت و بعدش بیام این عبارت رو حساب بکنم وقتی که تی خیلی خیلی نزدیک شده به یک من به این میگم سرعت لحظه ای در لحظه یک و این رو مفهوم خیلی خیلی نزدیک شدن رو ما با این علامت ریاضی نشون میدیم یعنی میگیم لیمیت تی به سمت یک این عبارت رو برای من حساب بکن معنیش اینه که این تی رو بیا خیلی خیلی نزدیک به یک بکن مثلا بذار این عدد و به من بگو که این عبارت چند میشه بعد باز هم بیا به یک از این نزدیکتر کن مثلا یه صفر دیگه اینجا و یه صفر دیگه اینجا اضافه کن و باز به با من بگو این عدد چند میشه و ما به این عبارت میگیم حد تی به سمت یک این عبارت خب حالا برای اینکه داستان از این خشکی در بیاید بیاید اصلا این حد رو با همدیگه حداقل نزدیکش بشیم و شروع کنیم حساب کردن بیاید من تی رو خیلی خیلی نزدیک بکنم به یک مثلا تی رو قرار بدم با یک ممیز صفر پنج و ببینم که این عبارت یعنی تی به توان دو منهای یک تقسیم بر تی منهای یک چقدر میشه بذارید من یک ماشین حساب بیارم خب وقتی بذارم یک و پنجصدم تیرو تی رو صورت کسر میشه یک ممیز به توان دو منهای یک یعنی مساوی میشه با ده بیست و صدم و مخرج کسب هم که میشه یک و پنج صدوم منهای یک یعنی پنج صدم بنابراین من کافیه که این عبارت رو تقسیم بکنم به پنج صدم و ببینم که چند میشه خب این برابر میشه با دو ممیز صفر پنج حالا بیایید باز هم تی رو من نزدیکتر بکنم به یک مثلا بکنمش یک ممیز صفر یک یعنی یک و یک صدم دیگه خیلی شروع کنم به یک نزدیکش کردم و حساب بکنم ببینم چقدر میشه این مساوی میشه با یک و یک صدم به توان دو منهای یک یعنی مساوی میشه با این عدد صورتش و مخرجش میشه یک و یک صدم منهای یک یعنی یک صدم پس اینو باید تقسیم بکنم به یک صدم که این مساوی میشه با دو یک زدم پس میبینید که من هر چقدر دارم تی رو به یک نزدیک و نزدیکتر تر میکنم حدس میزنم که این عبارت یعنی این تابه داره به دو نزدیک و نزدیکتر میشه به عنوان تمرین من ازتون میخوام که برید و برای یک معایز سفر سفر یک و بعد یک معایز سفر 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 یک این عبارت رو حساب بکنید و نشون بدید که هر چقدر شما تی رو به یک نزدیک و نزدیکتر می کنید این کسر به دو نزدیک و نزدیکتر شه و بنابراین من میتونم بگم که حد تی به سمت یک این تابه یعنی تی به توان دو منها یک تقسیم بر تی یک مساویه با دو میشه در ویدئوهای بعد با همدیگه یاد خواهیم گرفت که این حد رو به غیر از این روش محاسباتی به کمک ماشین حساب و روش های دیگه هم محاسبه بکنیم در ویدئوهای بعد کمی حد رو با همدیگه ساده تر یاد خواهیم گرفت فعلا